توپ اتهام آزار بازیکنان تیم ملی بانوان به میدان فدراسیون فوتبال افغانستان شوت شده. سه بازیکن سابق و مربی آمریکایی پیشین این تیم به گاردین گفتند که این سوء استفاده در دفتر فدراسیون فوتبال در کابل و همچنین در اردوهای تمرینی اتفاق افتاده. خالده پوپلزی مربی سابق این تیم از روال عادی آزار و اذیت دختران فوتبالیست حرف میزند. یک روال طبیعی تبدیل شده بود که حتی این گسترش پیدا کرده بود که کارمندان فدراسیون فوتبال ترینرها با بسیار راحتی میتونستن که دختران را سبب آزار و اذیت قرار بدن، خواستای نامشروع کنن از دخترها، مثل از اینکه امخابی خواستایی که امخاب با دخترها شود. متاسفانه این خواستا بوده. فدراسیون فوتبال افغانستان اما میگوید که این اتهامات بی اساس است. امتیازات این بازیکنان سابق قطع شده و از طرف دیگر رسانه‌های غربی به خاطر حجاب اسلامی بازیکنان زن می‌خواهند تیم ملی بانوان افغانستان ضعیف باشد. یک تعداد از خبررسانی‌های غربی هست که با اخبارهای جعلی می‌خوان که افغانستان اسلامیت و خصوصا مردم افغانستان زیر فشار قرار بدن یا علاقه به این دارن که اگر فوتبال یا اگر ورزش میشه انجام میشه در افغانستان برای بانوان باید حجاب اسلامی نباشه، اگر حجاب ملاک هست اصلا ورزش نباشه. این هم واکنش خالده پوپلزی بعد از این کنفرانس خبری. به جایی که سر اصل موضوع حرف بزنن، احساس میکردم که یک ملا استاد است و خود بمیتر بر مردم. راجع موضوع را میخواهیم که راجع به اسلام بسازن و راجع به ایجاب بسازن، در حالی که هیچ بنیاد نداره، اساس نداره، ماروی اسناد گرد میزنیم. حالا قرار است فیفا وارد میدان شود. اگر این اتهامات ثابت شود، ضربه سنگینی به ورزش نوپای فوتبال بانوان در افغانستان خواهد بود. علی حسینی، BBC کابل.